دومین روز بهمن ماه برابر با 22 ژانویه سال 1324 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، تأسیس سازمان CIA یا سیا. این عبارت مخفف عبارت سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکاست. سازمان CIA یکی از مشهورترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان است. این سازمان با تشکیلات گسترده خود به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت آمریکا را یاری می‌دهد. این سازمان تاکنون موجبات انجام چندین کودتای نظامی در کشورهای مختلف را فراهم آورده است. سال 1328 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، تأسیس بانک بازرگانی، اولین بانک خصوصی ایران. بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی در ایران به صورت شرکت سهامی تأسیس شد و فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. این بانک نخستین بانک خصوصی با مالکیت 100% ایرانی بود. این بانک در محل پیشین شعبه بازار بانک شاهی واقع در خیابان بوزرجمهری تهران روبروی مسجد سلطانی با 18 نفر کارمند گشایش یافت و چندی بعد به علت توسعه فعالیت‌های بانک در خیابان سعدی اقدام به تأسیس شعبه نمود و طولی نکشید که بزرگترین موفقیت بانک بازرگانی ایران که خریداری محل بانک شاهی به مبلغ 3.5 میلیون تومان بود تحقق یافت. بانک بازرگانی سپس بنای ساخته شده توسط قهرمان میرزا امیر لشکر را از بانک شاهی خریداری نمود. بانک بازرگانی فعالیت‌های چشمگیری در رقابت با بانک‌های دولتی مانند بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، رهنی، کارگشایی و صنعتی را آغاز کرد و به ارائه انواع خدمات بانکی مبادرت ورزید. سال 1348 خورشیدی برابر با 1970 میلادی، بسته شدن کنسولگری ایران در عراق به دنبال تشدید اختلافات مرزی طرفین. پس از آنکه معاون وزارت خارجه عراق با احضار سفیر ایران در بغداد به او اطلاع داد که دولت عراق رودخانه شط العرب را بخشی از خاک خود می شمارد و تمام کشتی های ایرانی که در این آب راه تردد می کنند باید پرچم ایران را به صورت نیمه افراشته به اهتزاز درآورند و دولت عراق حضور افراد نیروی دریایی ایران بر روی کشتی های یاد شده را نقض حاکمیت خود تلقی خواهد کرد، این ادعای عراق واکنش رسمی ایران را به دنبال داشت و قائم مقام وزارت خارجه ایران عنوان نمود که به دلیل عکس یک جانبه عوارض توسط دولت عراق و صرف آن برای اهدافی غیر از نگهداری مشترک تسهیلات رودخانه نظیر لایروبی، ایران دیگر معاهده صلح 1316 شمسی را معتبر نمی شمارد. این درگیری ها به شکایت طرفین از هم به رئیس شورای امنیت و بسته شدن کنسولگری ها در دو کشور منجر شد تا اینکه سرانجام طرفین را به انعقاد قرارداد الجزایر سوق داد. با این حال دولت عراق پس از انقلاب به این قرارداد نیز احترام نگذاشت و به خاک ایران تجاوز کرد.